خدا و با عرض سلام، امروز سه‌شنبه 27 جوزای سال 1399 خورشیدی که برابر می شود با 16 جون سال 2020 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. شکننده خواندن وضعیت افغانستان از سوی ناتو. اوضاع همچنان در افغانستان شکننده و چالش برانگیز است. وضاحت خواستن از احتمال قطع کمک میلیاردی امریکا به افغانستان. قطع کمک های نقدی ایالات متحده امریکا با وصف حضور اساکر امریکایی در افغانستان یک مسئله کاملا متضاد است. آماده نبودن بیمارستان های شخصی برای آزمایش ویروس کرونا. کشته شدن سه مرزبان هندی در درگیری با نیروهای مرزی چین. و انتقاد کمیسیون مالی مجلس از پرداخت پول به شرکت انکشاف ملی. دبیر کل ناتو اوضاع در افغانستان را شکننده می‌داند و می‌گوید این پیمان گام به گام تعهد طالبان مبنی بر قطع رابطه ایشان با دیگر گروه‌های هراس افغان را زیر نظر دارد. در همین حال آمریکا، روسیه و افغانستان برای آغاز زودهنگام گفتگوهای میان افغانان تاکید دارند. نمایندگان این سه کشور در یک نشست ویدیویی تاکید کردند که باید پیش از آغاز این گفتگوها خشونت‌ها به گونه قابل توجه کاهش یابد و آتش بس همیشگی در اجندای این گفتگوها شامل ساخته شود. در آستانه برگزاری گفتگوهای میان افغانی، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، زمیر کابلو فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه در یک نشست ویدیویی چگونگی تلاش‌های صلح افغانستان را به بحث گرفتند و بر آغاز بیدرنگ مذاکرات میان افغانی تاکید ورزیدند. د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د دواړو لورو د طالبانو او د افغان دولت چمتووالي نه دواړو لورو هرکلی وکړ او د اوربند د تامین لپاره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کې د یو مهم لومړیتوب او لومړني لومړیتوب په توګه د بحث لپاره یې وړاندیز وکړ تر څو د یو دایمي او جامع اوربند مهم اجندا په توګه په نظر کې ونیسي. همزمان دبیر کل ناتو پیش از آغاز نشست وزیران دفاع این پیمان اوضاع در افغانستان را شکننده میداند و میگوید برای موفقیت روند صلح طالبان باید پیوندهایشان با القاعده و دیگر گروه های هراس افغان جهانی را قطع کنند. اوضاع همچنان در افغانستان شکننده و چالش برانگیز است. ناتو به منظور پشتیبانی از روند صلح حضور خود در افغانستان را تنظیم می کند. اما برای موفقیت صلح طالبان باید به تعهدات خود عمل کنند و تمام پیوندها با القاعده و سایر گروه های هراس افغان جهانی را قطع کنند و با حسن نیت وارد مذاکرات میان افغانی شوند. در حالی که حکومت افغانستان از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان سخن می‌زند، اما ناتو می‌گوید که طالبان به تعهد خود مبنی بر کاهش خشونت‌ها عمل کردند. ما انتظار داریم در نتیجه مذاکرات بین افغان‌ها توافق حاصل شود که به خشونت‌ها پایان دهد، حقوق بشری مسئول بماند، قانون بلندتر از همه باشد و پناهگاه‌های تروریستان برای همیشه از بین برود. منابع در حکومت افغانستان گفتند که توافق شده تا نخستین دور گفتگوهای میان افغانی در روزهای نزدیک در دوحه برگزار شود. اما طالبان آغاز گفتگوهایشان را با حکومت مشروط به رهایی تمامی 5000 زندانی این گروه گفتند. قرار است نزدیک به 2000 زندانی دیگر طالب و شماری از زندانی های حکومت از سوی طالبان در جریان یک هفته دیگر آزاد و به دنبال آن مذاکرات میان افغانی آغاز شود. دو سناتور آمریکایی خواستار توضیحات در مورد قطع کمک های 1 میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان از سوی وزارت دفاع این کشور شدند. در نامه این دو سناتور آمریکایی از وزارت دفاع این کشور پرسیده شده است که آیا قطع این کمک ها تأثیر منفی روی حضور نظامی نیروهایشان در افغانستان خواهد گذاشت یا خیر. آگاهان نظامی هم قطع کمک های آمریکا را روی همکاری نیروهای افغان و خارجی در کشور تأثیرگذار می دانند. روحی دندشمند.
نزدیک به 3 ماه پیش وزیر خارجه آمریکا به رهبران افغانستان هشدار داده بود که در صورت تداوم اختلاف‌های سیاسی میان عبدالله و غنی، ایالات متحده 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش را به افغانستان قطع خواهد کرد. حالا دو سناتور آمریکایی از وزارت دفاع این کشور در یک نامه خواستار وضاحت در مورد چگونگی قطع 1 میلیارد دلار به افغانستان شده است. در بخش این نامه آمده است: اگر دولت تشخیص داده است که این کاهش کمک‌های امنیتی از توانایی ما در دستیابی به اهداف امنیت ملی ما کم نمی‌کند، برای ایجاد چنین مازاد قابل توجه هیچ چه شرایط تغییر کرده است. جک رید، سناتور دموکرات و عضو بلندپایه کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس سنای آمریکا، و رابرت منندز، عضو بلندپایه دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، در این نامه از وزیر دفاع این کشور پرسیدند: آیا اجرای قطع این کمک‌های پولی روی حضور نظامی نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود؟ قطع کمک‌های نقدی ایالات متحده آمریکا با وصف حضور عساکر آمریکایی در افغانستان یک مسئله کاملا متضاد است و در آینده ادامه داشته باشد بر همکاری این نیروها تاثیر بد می‌اندازد. اگر این کاملا دوامدار باشد و حضور نظامی های امریکایی ها هم به دروازا بکشه تراموندار باشه، ممکن حملات خودی یا سبز بر سبز ممکن افزایش بیابه. حالا مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، 10 روز فرصت دارد تا به این نامه پاسخ دهد. وزارت دفاع افغانستان در این مورد حاضر به اظهار نظر نشد. نمونه‌گیری از بیماران کرونا در تمامی بیمارستان‌های کشور آغاز می‌شود. سرپرست وزارت صحت عام می‌گوید ظرفیت آزمایش نمونه‌ها روزانه به 2000 آزمایش رسیده و تلاش برای بالا بردن ظرفیت آزمایش جریان دارد. وزارت صحت تأیید می‌کند که هنوز هم بیمارستان‌های خصوصی توانایی آزمایش ویروس کووید 19 را ندارند و نمونه‌های از سوی آنها به گونه رایگان در آزمایشگاه‌های مرکزی آزمایش می‌شوند. از سوی هم آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به بیش از 26300 تن و شمار جانباختگان این بیماری به 491 نفر رسیده است. باعث حیات. بیمارستان‌های خصوصی زیر ضربین وزارت صحت از بیمارستان بلاسم نظارت می‌کنند. اینجا سرپرست وزارت صحت میگوید در کنار بیمارستان های افغان جاپان و علی جناح، دو بیمارستان دیگر نیز به نمونه‌گیری از بیماران کرونا پرداختند. ما لابراتوارهای خود و مراکز گرفتن سمپل به کل شفاخانه خود در حال انتقال هستیم. وزارت صحت تایید میکند که هنوز هم در بیمارستان های خصوصی ظرفیت آزمایش کووید 19 وجود ندارد و نمونه های گرفته شده این بیمارستان ها به گونه رایگان در آزمایشگاه های دولتی آزمایش می شوند. فعلا که ما دیدیم در شفاخانه بلاسم معاینات بسیار صورت نمی گیره، سمپلی که گرفته می شه و لابراتوارهای مرکزی انتقال داده می شه و در اونجا به شکل رایگان معاینه می شه. و اگر شفاخانه خصوصی خواسته باشند که معاینات بسیار بکنند، ما معیارات حد اقل در اختیارشان میگذاریم که منتظر دیتا وی چه وزارت صحت عام مونږ ته یو لایحه را کی چې تاسو دغه نه پوره حق لري. بر بنیاد آمار رسمی رقم ابتلا به کرونا در افغانستان به 26310 تن افزایش یافته است. 793 رویداد تازه در یک شبانه روز گذشته. تقریبا رقم مشابه از ابتلا با آمار رسمی روزهای پسین. در نظارتی که مشترکی که صورت گرفت، امکانات طبی در اکثر شفاخانه بسیار کمبود داره و موجود نیست. شمار رویدادهای فوتی کووید 19 در افغانستان با ثبت 13 رویداد تازه به 491 رویداد و شمار بهبود یافته ها به بیش از 5500 تن افزایش یافته است. اما مقام های حکومتی تایید کردند که شمار ابتلا و فوت برخواسته از کرونا به مراتب بلندتر از آمار رسمی است. فعالیت پزشکان بدون مرز در بیمارستان نسای ولادی دشت برچی متوقف شده است. نماینده پزشکان بدون مرز دلیل توقف فعالیت‌هایشان را مشخص نشدن علت حمله بر این بیمارستان عنوان می‌کنند. وزارت صحت با ابراز تأسف از بیرون شدن پزشکان بدون مرز از بیمارستان دشت برچی
آنان را در کمک رسانی پیشتاز می داند. سمی جهش. پس از حمله ماه گذشته بر بیمارستان صد بستر برچی در غرب شهر کابل، اکنون سازمان پزشکان بدون مرز فعالیتشان را در این بیمارستان متوقف کردند. این سازمان انگیزه قطع فعالیت ها را هراس از حملات مشابه خوانده است. خودمان را به خطر می اندازیم، اما باور نمی کردیم که کسی از آسیب پذیری کامل زنان برای کشتن آنان و نوزادانشان استفاده کند. تا اکنون در افغانستان 70 کارمند MSF کشته شدند که قابل نگرانی ما است. وزارت صحت می گوید که دکتران بدون مرز در کمک رسانی پیشتاز بودند و قطع فعالیت آنان تأسف بار است. بعد از حمله مرگباری که بالای شفاخانه دشت برچی صورت گرفت، MSF فعلا فعالیت های خود در این شفاخانه متوقف کرده. واقعا MSF یک همکار خوب وزارت صحت عامه بود. از سوی هم اعضای اتحادیه پزشکان افغانستان حمله بر بخش های صحی را غیر انسانی عنوان می کنند و می گویند حکومت باید امنیت جان رضاکاران را تامین کند. اگر تحقیقات شروع شده نمیتونه، اگر عاملین پیدا نمیشه، به خاطر از اینکه عاملین بسیار موضوعات پیدا نشده، اما حداقل یک امنیت درست خو از اونها باید گرفته شود. سازمان دکتران بدون مرز در نوامبر سال 2014 در بیمارستان صد بستر دشت برچی فعالیتش را آغاز کرد و خدمات رایگان شبانه روزی را برای مادران و نوزادان فراهم میکرد. حقوقدانان وضع محدودیت‌ها در تعدیلات تازه قانون رسانه‌های همگانی را در تضاد با قانون اساسی و دیگر قوانین می‌خوانند. مسئولان برخی رسانه‌ها و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها تعدیلات تازه را پذیرفتنی نمی‌دانند و هشدار می‌دهند که وضع محدودیت‌های تازه بر کار رسانه‌ها و موضع دفاع از آزادی بیان در مذاکرات را ضعیف می‌کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ اما می‌گوید تا کنون در قانون رسانه‌های همگانی تعدیل وارد نشده است. باعث حیات طرح تازه ای از تعدیلات قانون رسانه‌های همگانی ریخته شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حکه بخشای از آن از اینک جامعه رسانه‌ای خلاف مواد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است و محدودیت‌های تازه بر کار رسانه‌ها و راه آزادی بیان وضع می‌کند. یعنی اگر در مخالفت با قانون بوده، شک نیست که پارلمان افغانستان چنین طرح را قبول نخواهد کرد. دولت حق سانسور و حق ازیر نداره که قبل از نشر نظریات و افکار شهروندان کشور او را مرور کنه و به تصحیح از او پردازه. از دید جامعه رسانه‌ای افغانستان، تعدیلات تازه در قانون رسانه‌های همگانی محدودیت‌های مضاعف و غیر ضروری به شمول سانسور، پیش و پس از نشر و افزایش مصادق نشر مطلب‌های ممنوع وضع کرده است. در تعدیلات جدید قانون رسانه‌های همگانی ما جدا نگران هستیم و باید این پروسه متوقف شود. در غیر از او محدودیت‌های زیاد بر فعالیت رسانه‌های آزاد اعمال میشه. در واقع نقض آشکار و واضح از دستگاری‌هایی است که حکومت افغانستان عملا می‌خواهد بر آزادی بیان پابندی وضع بکنه. اما پاسخ وزارت اطلاعات و فرهنگ به نگرانی رسانه‌ها و نهادهای پشتیبان رسانه‌ای، د ټولیزو رسنیو په قانون کې تر اوسه کوم تعدیل نه دی راغلی. هر هغه تعدیل چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې راځي، د رسنیو د بیلابیلو صنفونو، د رسنیو د مسؤول مدیرانو او همدارنګه د رسنیو د برخې له مخکښانو سره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې اړه باندې سلا مشورې کوي. جامعه رسانه‌ای افغانستان در نامه نگرانی های خود را با رئیس جمهور نیز شریک کردند. در آریانا وقفه. ادامه خبرها در آریانا نیوز. حضور بانوان در صفوف ارتش و پلیس نسبت به سه ماه گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگر، تا جنوری سال روان 5270 بانو به شمول 433 ملکی در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار خواهند کرد. از سوی هم ارتش میگوید تلاش دارد تا سال آینده شمار بانوان در صفوف نیروهای امنیتی و ویژه ارتش را افزایش دهند، زیرا حضور بانوان در وزارت دفاع
مؤثریت بیشتری دارد. علی اصغری. در گزارش تازه سر مفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که حضور بانوان در میان نیروهای امنیتی نسبت به 3 ماه گذشته 16% افزایش یافته است. 3535 بانو در وزارت داخله و 1735 بانوی دیگر در میان ارتش خدمت می کنند. گزارش نشان می دهد که اکنون 44 بانو در سایر بخش‌های نظامی ثبت نام کردند. همچنان دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان با نقل از گزارش فرماندهی عمومی واحدهای ویژه پلیس از بهبود امور جنسیتی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خبر داده است. متحد به این هستیم که ما این سهم بیشتر بسازیم و بیشتر تلاش بکنیم تا خانم های زیادی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان همکار ما باشند و در قسمت تامین امنیت. وزارت دفاع برای حضور بانوان در ارتش امتیازاتی همچون صنف‌های دوره‌ای زبان و کامپیوتر فراهم کرده و هزینه تحصیلات بانوان زن را نیز بر دوش گرفته است. تلاش‌های وزارت دفاع افغانستان، رهبری وزارت دفاع افغانستان هم همین است که حضور زنها در چارچوب اردوی ملی افغانستان بیشتر شود و در این راستا ما به شدت کار می‌کنیم. این گزارش در حال منتشر می‌شود که هفته پیش بانو زلا زازی کارش را رسماً با عنوان آمر دفتر اداره مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس خوست آغاز کرد. وظیفه بر ډیره په ښه طریقې مخته یوسم او کومې ښځې یا کوم هغه مسایل چې د ښځو په اړوند ټول ماته ارڅي او زه تر خپل توانه پورې دوی سره همکاري کوم. آگاهان نظامی تغییر فکری را در جامعه سبب اعتماد مردم به نیروهای نظامی میدانند. رشد فرهنگی جامعه هست از لحاظ تحصیلی، از لحاظ حضور زنان در جامعه موثر واقع شده و بود. این در حال است که قرار بود رقم زنان در ارتش تا سال 2020 به 19500 نفر افزایش یابد که با تناسب این پیش بینی هنوز رقم بانوان در میان ارتش کم است. و در خارج از کشور، سه نظامی هند به شمول یک افسر ارشد در درگیری با نیروهای چینایی کشته شدند. ارتش هند گفته که این درگیری در منطقه همالیا، جایی که هزاران سرباز دو کشور از حدود یک ماه پیش در برابر هم وضعیت آماده باش دارند، صورت گرفته است. گزارش ها حاکی از آن است که این نخستین درگیری پس از حدود 45 سال است که میان دو ابرقدرت منطقه صورت میگیرد و تلفات ایرانی در پی دارد. کره شمالی دفتر ارتباطات با کره جنوبی را در شهر مرزی کایسونگ منفجر کرده است. یکی از وزارت‌های کره جنوبی که برای ایجاد اتحاد میان دو کره کار می‌کند این خبر را منتشر کرده است. این خبر دقایق پس از آن توسط پیام کوتاهی به خبرنگاران ارسال شده که صدای انفجار از یک منطقه صنعتی مشترک میان دو کشور موقعیت دارد شنیده شده است. تنش‌ها میان دو کره در چند هفته اخیر افزایش یافته است. ادامه خبرها. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید که وزارت مالیه خلاف قانون میلیاردها افغانی را برای شرکت انکشاف ملی به منظور تطبیق پروژه ها پرداخته است. با باور اعضای این کمیسیون، شرکت انکشاف ملی از لحاظ حقوقی مشکل دارد و باید وزارت مالیه به آن پول پرداخت نکند. آنان تاکید دارند که بودجه و مصارفی را که غیر قانونی باشد تصویب نخواهند کرد. شمار از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان ایجاد و فعالیت شرکت انکشاف ملی را خلاف قانون می‌خوانند، در حالی که این شرکت کار شمار از پروژه ها را به ارزش میلیاردها افغانی آغاز کرده است. آنان میگویند که بیشتر پروژه ها به این شرکت از طریق منبع واحد اجرا می شود که خلاف قانون است. به گفته شمار از اعضای مجلس، پولی که برای این شرکت از سوی وزارت مالیه پرداخت شده شامل سند ملی بودجه نیست. د دوی قراردادونه د یوې منبع یا واحد منبع یا سنگل سورس څخه ورکول کیږي چې د افغانستان د تدارکاتو په قانون کې د سنگل سورس لپاره خپل اصول معلوم دي او دوی خلاف مقتروان دي. وزارت مالیه این انتقاد کمیسیون مالی و بودجه مجلس را به اساس خوانده میگوید که اجراعات این وزارت بر بنیاد حکم رئیس جمهور انجام شده است. سخنگوی وزارت مالیه میگوید که در این پروژه ها مواردی وجود ندارد که نشان فساد در آن باشد. در تعدیلات بودجوی که ما به پارلمان افغانستان فعلا فرستادیم، یک مقدار پول که در حدود 5 میلیارد افغانی میشد به خاطر اداره حمایتی
یا شرکت انکشاف ملی مد نظر گرفته شده که پروژه های بسیار مهم و بزرگ مثل آبریزه های کابل، انتقال گندم کمک شده کشور هندوستان، خریداری تجهیزات صحی و موارد دیگه شامل بود، ای به اساس ضرورت مد نظر گرفته شده. آگاهان اقتصادی نگرانی کمیسیون مالی مجلس نمایندگان را بجا دانسته، از دولت می خواهند که مشکلات حقوقی شرکت انکشاف ملی را حل کند. نرخ ارزها. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 84 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی 470 افغانی و 1000 کلدار هندی 980 افغانی. ادامه خبرها. نگاه بعد دنیای ورزش. یما سعیدی در تازه ترین رده بندی جهانی در صدر بهترین مشت‌زنان وزن 72 کیلوگرام آلمان و 36 جهان قرار گرفت. این مشت‌زن حرفه‌ای کشور همچنان حالا فرصت این را پیدا کرده است تا در مسابقات جهانی نیز شرکت نماید. سعیدی در 18 مسابقه حرفه‌ای خود در آغاز هفته روان موفق شد که جی اسپنسر مشت‌زن از کشور گانا را شکست بدهد و 17 پیروزی خود را جشن بگیرد. تیم فوتبال آریانا که در لیگ چهارم فوتبال سویدن بازی می کند با درخشش امید هوشمند موفق به شکست 5-0 حریف شد. در این دیدار برای تیم فوتبال آریانا امید هوشمند 3 شبیر جاغوری و عمر زدران هر کدام 1 موفق به گل زنی شدند. قرار است رقابت های لیگ دسته چهارم فوتبال سویدن از اول آگوست همین سال آغاز شود. هفته 29 رقابت‌های لالیگای اسپانیا با تساوی 1-1 تیم‌های لوانتا و سویا آغاز شد. در دیگر بازی دیشب تیم‌های رئال بیتیس و گرانادا به مساف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 2-2 مساوی به پایان رسید. امشب خطافه با اسپانیول و مایورکا با ویارئال دیدار می‌کنند. سازمان رقابت‌های موترانی فرمول 1 به طور رسمی از کشور چین درخواست برگزاری 2 این رقابت‌ها را در شهر شانگهای کرده است. فصل جدید فرمول 1 قرار بود در ماه مارچ در استرالیا آغاز شود، اما پس از توقف چند ماهه به خاطر شیوع ویروس کرونا از اوایل ماه آینده میلادی 2 آن در اتریش برگزار می‌شود. همچنان در تقویم رقابت‌های 2020 فرمول 1 1 در مجارستان، 2 در انگلستان و 1 دیگر نیز در کشورهای اسپانیا، بلژیم و ایتالیا در نظر گرفته شده است. همکارم رشاد مشعل این بسته را آماده کرده بود. وضعیت هوای فردای کشور. کابل آفتابی، بلندترین 31، پایینترین 17. هرات آفتابی، بلندترین 39، پایینترین 20. مزار شریف آفتابی، بلندترین 39، پایینترین 23. جلال آباد آفتابی، بلندترین 42، پایینترین 28. کندهار آفتابی، بلندترین 42، پایینترین 24. و در پایان غزنی آفتابی، بلندترین 29، پایینترین 13. ممنون از همراهیتان در این مجموعه خبری. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.